خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله که خوب و خوش و سلامت و تندرست هستید. من ارادتاً شما هستم ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو و به ایریا سیلیکون ولی و طبعه شبکه جانی تلویزیون ملی پارس. دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ساعت 2 بعد از ظهر و شبها ساعت 9 شب و سه شنبه و پنج شنبه و شنبه 8 صبح وقت کالیفرنیا. در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز ناظرین گرامی هستم. در زمان عثمانی ها و صفویان، عثمانی ها به ایران حمله کردند و اونجا خب تبلیغات زیادی روی عثمانی ها، سربازای عثمانی شده بود که اینجایی که ما داریم حمله میکنیم اینا کفار هستند و علیه دین اسلام عمل میکنند، بنابراین واجب هست که این کفار رو ما بکشیم. به هر حال لشکریان عثمانی وارد ایران میشند و در یک رزمگاهی که میدید کشتار عجیبی از تبریزی ها میکنند و از کشته پشته میسادند تبریز، همین ترکای عثمانی. و به هر حال شب شبانگاه که میشه اردو میزنند و نزدیک که هم بودند و اردوی ایران اینور، اردوی ترکای عثمانی اینور. صبح که بلند میشن میبینن که صدای از اینور به صورت از سربازان اردوی سربازان ایرانی صدای اذان بلند شده، الله اکبر الله اکبر. سربازان عثمانی میگن که به ما گفته بودید که اینا کافرن، اینا که دارن الله اکبر میگن. گفتن اینا اسلام رو تحریف کردن، اینا کسایی هن که با دخترای خودشون، یعنی ما ایرانی ها، ازدواج میکنیم، زنای ما چند تا همسر در آن واحد دارن و و و گول این اذان نخواهید. اینا با گول اذان گفتن مردم گول دارن، داره اسلام رو منحرف میکنن. اینا یا آدم هایی هستن، یه فرقه به وجود آوردن به نام تشیع. خلاصه سربازان های طبق سخنرانی های مشعشعانه قانع میکنن سربازان ترک و عثمانی رو که اینا کافر هستن و دارن اسلام رو دو شقه میکنن. این از زبان صفویان که در واقع آخوندها اومدن ایران تا امروز ادامه داره. تا امروزی که چند روز پیش پیروز سه تا طلبه رو، یک به نظر به یک فرد افغانی با چاقو زد تیکه تیکه کرد. این داستان که البته سرسدای اینجا هم خیلی زیاده، این داستان به اونجا میرسه که در واقع من یادم میاد که خب من متولد خوزستان هستم، در اهواز من به دنیا آمدم، 8-9 سالم بوده، 10 سالم بوده تو اهواز بودم. در اهواز اون زمان روز درگذشت عمر ابن خطاب رو روز عمر کشون میگفتن و مردم آدمکایی به سمی آدمکایی تو خرمن و توی سر مثلا مزاره میذارن درست میکردن خانواده ها و شبنگام مثل چهارشنبه سوری این آدمایی که میگفتن عمر آتیش میذارن بهش میگفتن شب عمر کشون. این داستان خیلی باب بود 50-60 سال پیش توی خوزستان که من شاهدش بودم. شب همه جا عمر کشون بود چون آدمه که عمر رو آتیش میزده. وقتی که من 9 سال 10 سالم بود به تهران اومدم دیدم که این داستان تو تهران نیست، جنجالی بود تو اهواز شب عمر کشون، همه جا آتیش بازی بود و متوجه شدم که مردم تهران میگن که این کار کار بدیه. یه عده هستن که طرفدار عمر هستن و این بهشون بر میخوره، توهین‌آمیزه و به همین دلیل اونجا دیگه مراسم عمر کشون نبود. اگر بود خیلی به ندرت بود، شاید من یه مورد دیدم و بعد از اونم اون خانواده دیگه دیگه هم این کار رو نمی کنن. حالا داستان عمر و علی که از زمان ورود آخوندها به ایران در زمان شاه اسماعیل صفوی آغاز شده هنوز جرقه های این ورمور داره میزنه و شاهد هستیم که گفته میشه یک شخصیت، یه فرد افغانی کارگرم بوده، چند سال پیش وارد ایران شده، در مشهد
سه تا طلبه جوون رو تو صحن امام رضا با چاقو میزنه، یکی رو میکشه که 20 ضربه چاقو خورده بوده و دو تای دیگه هم حالتشون در حالت به اصطلاح استیبل نیست، حالت جالبی نیست، خطر داره، دور و بر روش میچرخه بعد چندین چند عملی که انجام دادن. و این داستان در واقع به این شکل و شمایل ادامه داره، دشمنی تشیع با تسنن. و امروز من دیدم که در نماز جمعه مشهد علم الهدا حاکم بلا منازع خراسان که هر کاری دلش بخواد میکنه، برای دامادش هم رئیس جمهوره، دامادش هم قراره که گفته بشه بخواد رهبر آینده بشه، میگه که این باعث شده این کشتار دلیلش بر این بوده که اینترنت سبب این ماجرا شده. حالا جاریان افغانه که اینا رو زده به اینترنت چه ربطی داره؟ اگه قرار اینترنت این کار رو بکنه صبح و شب دنیا هم دیگه بکشن، با گفتن این جمله امروز در واقع هزینه اینترنت در ایران دو برابر شد. حالا اینترنت ایران، سرعت اینترنت ایران در حال حاضر تو دنیا 200 کشور اینترنت دارن و ایران از نظر سرعت 160 کشور جهانه. سرعت اینترنت نداره. حالا اومدن میگن آقا اینترنت رو باید بیاریم نیم سیانت ملی بشه، نیم اینترنت ملی درست کنیم، سایت های ملی درست کنیم که کرده، اما کسی ازش استقبال نکرده. اومدن کاری که کردن در واقع حالا که مردم نمیرن از به اصطلاح از اینترنت ملی استفاده کنن، اومدن قیمت اینترنت رو دو برابر کردن. یعنی در واقع هر چیزی که شما دلتون بخواد دارن جلوی تفریح و آگاهی و سرگرمی مردم میگیرن. تا قبل از این یه بودجه نجومی بود برای اینکه در برای به اسم جنگ نرم، چون گفتن این جریان اینترنت ها اینی که میخوان تو ایران با جریان سایت ها و اینترنت ها کودتا بشه، یواشش مردم رو رویش نه عوض کنن. و اول این بودجه عظیمی داشتن، چند وقت پیش آقای خامنه‌ای دید کار نمی کنه، گفت این بودجه اینترنت رو ما پول داریم به هدر میدیم و در واقع برش داشتن، بودجه خیلی کمش کردن. فکرش کردن چیکار کنن که مردم کمتر از اینترنت استفاده کنن؟ این که تا میتونن سرعت پایین بیارن و تا میتونن قیمت بالا ببرن. 100% قیمت اینترنت در ایران ناگهانی بالا رفته. خلاصه یه خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل که بعضی وقت آدم چیزایی میبینه که اصلا باورش نمیشه. مثلا میگن که امام جمعه فکرم اردبیل بود کجاست، امروز چون جمعه است اینو سخنرانی میکنم، گفت آقا این شرم‌آور لباس زیر خانم ها رو تو مغازه ها گذاشتن همه میبینن. آها من نفهم، این فقط واقعا مغز باز معیوب باشه که لباس از یه تیکه پارچه رو گذاشتن اونجا، این شرم‌آوره؟ پارچه است آقای آخوند، آخه عوض که اون کارش به مردم نمیتونید کار کنید، خودتون مغزتون رو درست کنید که مثلا یه کرست چه تیکه پارچه است. خب اگه این واقعا تحریک کنند تو هر مردی میتونه از این کرسه تا بره خونش بذاره و تحریک بشه، اگر با یه تیکه شورت یه تیکه پارچه تحریک بکنه، خب یارو میره یه تیکه پارچه میذاره تو خونش نگاه بکنه تحریک میشه. آخه فقط مغز ذلیل و علیل میتونه اینجوری فکر کنه به نظر من. و گفت آقا این نباید اینا رو باید جمع بکنه، تو تن مانکن ها لباس زیر خانم ها کرده. دیگه نمیدونم چی بگم، واقعا هر چی بگی آدم از این عقب مونده ها کم گفته. و این جامعه واقعا جامعه بیماریه، یعنی آخوندها بیمارش کردن، مریضش کردن. یعنی واقعا اگه کسی اگه لباس زیر خانم یه جایی نه تو فروشگاه ببینه تحلیل بشه، این آدم مریضه. آدم طبیعی و آدم سالمه اینا که باید که پارچه نمیدونم تحلیل چه شرم نمی کنی که برای چی آخه باید که پارچه هست. هزار دفعه بگم باز این آخوندها نمیفهمند، هزار دفعه بگم تکرار بکنم اینها نمیفهمند. میگن آقا گفتی نه
5 میلیون دفعه واسه اینا بگم آ این شرم‌آوره، خجالت آوره که شما این حرفا رو میزنید. خیلی خوب دیگه نمیدونم با چه انرژی و با چه قدرتی میشه صحبت کرد و تکرار و تکرار کرد که اینا بفهمن. اگه می‌خواستم بفهمن 44 سال اون می‌فهمیدن. حداقل من 44 میلیون دفعه این مسائل اینجوری گفتم. هر دفعه هم 10 دفعه تکرارش کردم. نمی‌فهمند. حالا خب ببینیم چه در چیه که این آخونده سبب شده که هیچی نمی‌فهمن. آقای فؤاد پاشایی و آقای اردلان مقدم در استودیو تشریف دارند. در استودیو که چرس کردم هر دو، یکی در لس آنجلس، اردلان هم در کالیفرنیا، فؤاد پاشایی در لس آنجلس، اون در ونکوور کانادا، من در سان فرانسیسکو آمریکا. پیام‌ها رو می‌بینیم و برمیگردیم می‌پردازیم به تحلیل مسائل دوست. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. گلفروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. رادیو بامداد با افتخار تقدیم می کند یک شنبه 17 آوریل با شاه گل موسیقی ایران. تو که جون منی، عمر منی، کبیرم. در ساکرامنتو استیت یونیورسیتی، شهرام سولتی. قسمت میدم از عشقم نگذری، قسمت میدم. یک شنبه 17 آوریل، قسمت میدم، قسمت میدم، شهرام سولتی به همراه گروه موزیک پاپیون و گروه رقص نیوشا. شهرام سولتی، قلبم از تو دور نمیشه. تلفن اطلاعات 916-918-3098. دلم که پر نمیزنی، رادیو بامداد با افتخار تقدیم می کند یک شنبه 17 آوریل با شاه گل موسیقی ایران. تو که جون منی، عمر منی، کبیرم. در ساکرامنتو استیت یونیورسیتی،
شهرام سولتی. قسمت میدم از عشقم نگذری، قسمت میدم. یک شنبه 17 آوریل. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سنحوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سنحوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. من برزین سباحت، وکیل دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا هستم. تجربه 30 ساله من در فراهم کردن لیوینگ تراست و تنظیم وصیت نامه و قراردادها بین شرکت‌های بازرگانی و افراد هست. برای اطلاعات بیشتر با دفتر حقوقی دکتر برزین سباحت با تلفن 415-663-2100 تماس حاصل فرمایید. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استیونز کریک بولوارد روبروی هاندای استیونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذاها آماده پذیرایی از شما خواهد شد. شرکت صدف با امید بهاری درخشان همراه با سلامتی و شادی در یکایک خانه شما عزیزان سال نو را تبریک گفته و بهترین روزهای بهاری را برایتان آرزومند است. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد بدون پیش قسط ماهیانه 290 دلار در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. دایموند، پرستیج و زیبایی همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاه دامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755.
sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. گلفروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. کیترینگ لیلا در شمال کالیفرنیا از بی ایریا تا ساکرامنتو در خدمت شماست. با خدمات مجالس ما نگران پذیرایی از میهمانان خود نباشید، بلکه خود همچون میهمان لذت ببرید. تلفن 916-996-2719. وبسایت leilacatering.com. سلام مجدد، برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی. البته من میدونم خب تعداد آگهی‌های برنامه به نسبت به نظرم میاد که زیاده. حالا خود ما آگهی‌هایی که در واقع میخوان مردم تو این برنامه پخش بشه خودش زیاده و من دارم یکی یکی کمشون میکنم با اجازه خود صاحبان، چون یه عده تو نوبتن که میگن فقط میخوان تو برنامه تو باشه. گفتم چشم. باید ببینم که حالا اشتباهی یا آگهی دیگه هم که جز این برنامه نیست پخش شد. بنابراین تعداد زمان برنامه ها من دارم تایم میگیرم، وقت میگیرم، زیاد خیلی زیاد شد. بدن که چند تا آگهی اشتباهی تو برنامه من پخش شد و الا با اونی که هست داریم کم میکنیم و سعی میکنم که یه تعادلی برش برش برگزار کنم. برحال تاری چیز که میتونم بگم سپاسگزارم از این که همیشه تو 44 سال 43 سال گذشته همین بوده که همیشه شما استقبال کردید و استقبال خوبی هم که و الان نمیتونستم من 42 سال تو این کار باشم، اونم در خارج از کشور. تا شما نبودید یک باشم نمیشه آدم دووم بیداره. برمان هستید و نشونه اینم همین آگهی زیادی که شما بعد ذاتم گله میکنید. هفته پیش با آقای شهرتی، با آقای دوستان عزیز، آقای خسروی، آقای حکیمزاده گفتم چند تا از این آگهی رو در بیارید، چون واقعا باشون صحبت کردم با سایه بیزینس که اجازه بدید شما یه استراحتی بکنید در دو مرتبه برنامه‌تون پخش شد. این که اگر زیاد شد امروز برای اینکه اشتباهی چند تا آگهی پخش شد. بله، اجازه بدید که بریم سراغ دوستانمون. اول از همه دلم میخواد در مورد این شیعه کشی و سنی کشی باهاتون صحبت کنم و دوستانمون آقای اردلان، آقای فؤاد پاشایی، و در این مورد در واقع به تجزیه و تحلیل بسپاریم که الان طالبان در افغانستان که در واقع سنی های بسیار متعصبی هستن و حتی با زبان فارسی مخالفت میکنن، دنبال زبان اردو و امثال اون هستن و اولین آثارش رو میبینیم با تمام تلاشی جمهوری اسلامی برای نزدیکی با طالبان میکنه، میبینیم که توی ایران، در ایران، در قلب یه مرکز مهم مذهبی، حرم حضرت رضا، سه تا طلبه مورد هدف یک مهاجم افغانی قرار می‌گیرن که یکشون کشته میشه. جناب آقای اردلان مقدم، شما بفرمایید که چه چیزی داره در جریان میفته در ایران که ما ازش بی‌خبریم. با سلام خدمت شما آقای پاشایی، دستاندرکاران برنامه و بینندگان عزیز. ببینید، این به نظر من یک بازی سیاسی دوباره. همیشه دولت ایران توی سر به زنگا میخواد توجه ها رو منحرف بکنه از مسائل اصلی که داره اتفاق میفته.
علت این که فکر میکنم اینطوریه این بازی اینه که شما دقت کرده باشید حتی تلویزیون آمریکا وی او ای برنامه هایی داشت که نشون داد چطور خانواده های القاعده و طالبان در ایران زندگی میکنن، حتی داعشی ها. پس این نشون میده که بین ایران و اونها مسئله شیعه سنی مطرح نیست، مسئله رابطه سیاسیه. از طرف دیگه یه نکاتی که مردم خیلی بهش توجه نمی کنن اینه که اگر این افغانی سنی بوده توی حرم امام رضا چی کار میکرد؟ برای کشتن چند تا طلبه شما هر جای مشهد که برید پر طلبه است و بهترین جا خود حوزه علمیه است. دو تا سه تا حوزه علمیه داره مشهد، چرا اونجاها نکشی بری وسط حرم و سه تا ملای مشخص رو که با هم هم رابطه داشتن رو بکشی؟ پس اینا نشون میده که مسئله ورای این چیز هست، اصلا اینا نیست، مسئله شیعه سنی نیست، مسئله ملاکشی نیست، اینا یه سری اختلافاتی بوده یا برنامه هایی که خود ایران میخواد یه تشنجاتی در منطقه ایجاد بکنه. از طرف دیگه باز دوباره میبینیم که خود به اصطلاح سرویس های اطلاعاتی ایران میان یک مرتبه یک ویدیوهایی پخش میکنن در دستگاه های اطلاعاتی عمومی که میخوان تنفر از افغانی رو رواج بدن. شروع کردن که بله 200,000 تا افغانی مجرد در ایران هستن، اینا از طرف طالبان یا القاعده اومدن برای ترور، برای عملیات، برای این کار. چرا طالبان در زمانی که دولت رو به عهده نگرفته بود این عملیات ها رو نمی کرد؟ الان که طالبان در رأس یک دولته، یک چنین عملیاتی براش خیلی سنگین تموم میشه. این دخالت در امور داخلی یک کشور دیگه است، این اصلا به جنگ بین دوتا کشور میتونه بکشه. پس اینا از طرف طالبان نیست، طالبانی هم اینقدر احمق نیستن که الان این کار رو بکنن. این شکر این کلامتون آقای مقدم، شکر که واقعا هم خب طالبان بلا فاصله اطلاعیه داد که ما هیچ گونه دخالتی در این حمله نداشتیم، ما مطلقا دنبال جنگ سنی و شیعه نیستیم و متاسفیم. بله، پس اینا دروغه. اینا دستگاه اطلاعاتی ایران میخوان دوباره یه جبهه درست بکنه. من همیشه عرض کردم که در سیستم جمهوری اسلامی همیشه با تشنج زنده است. اگه یادتون باشه در یک حملات دروغی که درست کردن که داعش به حرم خمینی حمله کرده و به مجلس حمله کرده که بعدن در اومد که تمام اینها دروغ بوده و اونا داعش نبودن، از طرف خود اطلاعات قرار بود یه عملیات سوری انجام بدن ولی بیچاره ها جونشون هم از دست دادن، فریب به جمهوری اسلامی رو خوردن و کشته شدن در ایران. پس جمهوری اسلامی همیشه از این حرفا میزنه، از این کلک ها میزنه. اگر که مسئله شیعه سنیه، چرا جمهوری اسلامی اینقدر با گروه های القاعده و طالبان نزدیک بوده؟ چرا با داعش اینقدر نزدیک بوده؟ برخلاف اینی که اعلام میکردن که قاسم سلیمانی داره با داعش میجنگه، میبینیم که نفراتش در داخل ایران ترور میشن. اینا تو ایران چی کار داشتن؟ یا پسر اسامه بن لادن در ایران ازدواج میکنه، ویدیوهاش هست، تمام فیلمهاش هست. پس این نشون میده که اینا دروغه، اینا یه کارهای سیاسیه که میخوان فقط مردم رو بازی بدن و یه چیزایی رو پشت این پنهان بکنن. خیلی ممنون آقای اردلان مقدم، قشنگ گفتی، چند نکته واقعا قابل تعمق صحبتتون بهش اشاره کرد. آقای فاده پاشایی، خب ما یادمون باشه از نظر منتالیتی، شاید این منتالیتی امروز نباشه ولی که این وجود داشته. مثلا من یه رفیق کرد سنی دارم و اهل سنندج، ازش میپرسیدم که فلانی شما در مورد شیعه ها چه فکری میکردید؟ گفت به ما گفته بودن شیعه ها دم دارن بچگی. خب این تضادهای مذهبی و تفکرات دور از ذهن بین سنی و شیعه وجود داشته. با تحلیلی که آقای اردلان کردن، نظر شما چیه؟ با عرض سلام خدمت شما و آقای اردلان عزیز، در حقیقت من چون که این روچه ها پیش میاد، به نظر من تا حد زیادی بازی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی امروز تلاش میکنه با ایجاد فضای تنفر و دشمنی بین ایرانی ها و در حقیقت شهروندان افغانستان که در ایران هستن،
یک فضای تشنج رو ایجاد کنه که ما میبینیم امروز در ایران ایجاد شده به خاطر اتفاقی در اهواز افتاده، به خاطر اتفاقی در بعضی شهرها افتاده، به خاطر اتفاقی در مشهد افتاده و میبینیم که فیلم های زیادی در فضای به حساب توییتری و تلگرامی و فیسبوکی میچرخه که نشان میده به حساب مقدار زیادی به حساب افغانی های مسلح، یعنی افغانستانی های مسلح بهتر بگم افغان پول کشمون کشوره، افغانستانی های مسلح دارن به طرف ایران میان. جنگی که در میانه را افتاده و تنفری که به حساب جمهوری اسلامی به نظر من آگاهانه به اون دامن میزنه که یک فضای تشنج رو ایجاد کنه و الان هم کسی جلوشو نمیگیره، الان نه نیروهای نظامی جلوشو میگیرن، نه سپاه جلوشو میگیره، نه به حساب سازمان اطلاعات جلوشو میگیره. حتی در بسیار بعضی از نوشته ها من خوندم که بعضی از پناهندگان افغانستانی که به ایران آمدن و در اردوگاه های پناهندگی جا داده شدن، وقتی که اینها رو تفتیش کردن، ساعت های اسمارت، ساعت هایی که روش جی پی اس سوار بوده به حسابشون در اختیارشون بوده، در فکر که پناهنده فرار کشورش که به دلیل دنبال کار فرار میکنه میاد، نمیتونه یه همچین چیز داشته. اگر یه چنین چیزی رو سازمان های امنیتی ایران میدونن، اگر یه چنین چیزی رو سازمان های امنیتی ایران در اردوگاه ها کشف کردن، چرا الان جلوشو نمیگیرن؟ اینها میخوان بذارن این بحران یکم بالا بگیره، یه مقدار تنفر و دشمنی بین دو تا ملت به حساب اوج بگیره و بعد سپاه با اقتدار وارد بشه و همه چیز آرام کنه و بعد به مردم این تلقین رو بکنه که آقا این ما این که میتونیم ایران آرام نگه داریم. ببینید ما اگر نباشیم میتونه جنگ داخلی در بگیره، میتونه فلان بشه، میتونه بتاب طالبان برید اینجا رو بگیره، اونجا رو بگیره. و خود شما میبینید که امروز در فضای مجازی مقدار زیادی فیلم و نوشته پخش میشه که میبینم 30,000 طالبانی در کرمان مستقر شدن، 20,000 طالبانی موجب بتاب پناهنده در فلان شهر متقر شده. و شما که در جمع میکنید میبینید 1,000,000-2,000,000 طالبانی طالب در ایران متقر شدن. خب اگه سپاه پاسداران و سازمان امنیتی میدونن چه جوشو الان نمیگیرن قبل از اینکه درگیری ایجاد بشه، اما بعد از درگیری های ایجاد بشه تعدادی بیگناهی وسط کشته بشن روی تنفر، ایرانی ها روی تنفر و روی دلخوری چند افغانستانی شهروند افغان رو بکشن، بعد اونها در تحریک بشن، تعداد ایرانی رو بکشن، بعد سپاه پاسداران وسط وارد بشود و به عنوان قهرمان همه چی رو آروم کنه، بگه آقا ما بودیم که آروم کردیم. من فکر کردم بیشتر این سناریو جمهوری اسلامی. خب حالا یه دوستی خوبی شما اشاره کردید که من روزنامه جمهوری اسلامی رو میخوندم، شماره دیروزش بود اتفاقا، در سردبیر جمهوری روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود که بعضی از شهرهای ایران 35% جمعیت افغان هستن. اصلا من شاک شدم، واقعا اصلا موندم عدد 35% جمعیت بعضی از شهرهای ایران افغان هستن. چی شده؟ یه ترکیب جمعیتی وحشتناک شده. اصلا عجیب غریب، من باورم الان تو مخیلم نمی گنجه که یه شهری 35% افغان باشه، مهاجرین افغان باشه. و بعد نوشته که سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که ما بارها گفتیم که شتاب زده عمل نکنید، به این طالبان چی میگم اطمینان نکنید. چرا ما باید اینقدر به طالبان نزدیک بشیم؟ عجله کردن. وقتی که ما میگفتیم بعضی از دوستان اخ میکردن، عصبانی میشدن و بعضی هم حتی از ما رو حمایت میکنن. حالا ببینید نتیجه چیه. آقای اردلان مقدم، این ترکیبی که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که 35% جمعیت ایران و در بعضی از شهرهای ایران معذرت خواهم افغان هستن و این اشاره سردبیر که ما گفتیم طالبان اینقدر نزدیک نشید، چه برنامه‌ای تو کاره؟ همونطور که عرض کردم اینا یه افغان هراسی میخوان بازن، توجه مردم رو منحرف کنن. چرا موقعی که چینی ها رو وارد ایران نکردن حرفی نزدن؟ بعد چرا از این شهرها اسم نمیبرن؟ مثلا در آذربایجان چه شرقی چه غربی شما یک دونه افغانی نمیبینید. در کردستان یک افغانی نیست. اینا کدوم شهرها رو میگن 35%ش افغانیه؟ در کجای این آذربایجان، در کدوم شهر آذربایجان، هر دوتا آذربایجان افغانی وجود داره؟ در کدوم شهر کردستان افغانی وجود داره؟ افغانی ها چرا اونایی هم که پناهنده هستن اکثرا در شرق ایران هستن و
بسیاری از اونها هم از ایران به عنوان یک پل دارن استفاده میکنن که فرار کنن و به اروپا پناهنده بشن. و این آمارا رو نباید بهش توجه کرد. میگم اینا بیشتر برای اینه که توجه مردم رو از مسائل اصلی منحرف بکنن و به این مسائل کناری بکشن. آقای پاشا، فؤاد پاشایی عزیز، شما نظرتون چیه؟ این آمارایی که میدن، خب بعضی شهرهایی که میگن درسته از شهرهای اونور ایران کمتر هستن، بلکه اسم چند شهر هم نوشته، یادم میاد سیستان و بلوچستان و اینا رو نوشته بودن، چند شهر دیگه هم که کرمان نمیدونم این چیزا اینجا نوشته بودن که جمعیت افغانی 35% کل جمعیت شهر تشکیل میدن. آقای فؤاد پاشایی، چی شده این ترکیب جمعیت واقعی؟ چرا اینجوری شده و چه بلایی در آینده سر کل قضیه خواهد اومد؟ ببین، وقتی طالب افغانستان رو اشغال میکنه و ما چه که به حساب گفته میشود بین نمیدونم 10-15 میلیارد دلار اسلحه مدرن در اختیارش قرار میگیره، هر کشور باهوشی، نمیخوام بگم باهوش، با یه هوش خیلی مینیمم در که در بغل اون کشور باید حواسش جمع کنه. یعنی هر شما فرض کنید یه همسایه دارید، منزلی دارین، یکی میاد در همسایگی شما یه لات خالکوبی شده یه نمیدونم که پرونده سابقه مثلا 15 تا کشتن داره، با یه ماشین اصلی میاد همخونه بغلی شما رو میخره، و شما اصلا میدون نرزی خوش ترشاری برخوردار باشی، باید فقط که حواس فوراً جمع بگن آقا یه خبر هی بغل خونه داره اینطوری پیش میاد، حالا از خونه اونم هی تو به حساب آدم بیاد تو خونه شما تو اتاق خوابت مستقر کنی. من میدونم که به حساب اداره به حساب پناهندگی دست سازمان ملل به ایرانی ها، به دولت ایران بر مبنای مقدار پناهندگی که تقبل میکنه پول میده، ولی آیا این پول میارزی که شما به خاطر گرفتنش هر کیتی رو بدون چک کردن، بدون پرونده‌اش، بدون که بدون برای چی داره وارد میشه، بدون که بدون سابقه کار چی بوده، بلافاصله وارد کنی فقط به ذوق شوق اینکه میخواید پول بگیری. و اگر روزنامه های ایران این رو متوجه میشن و فلان سردبی که در محل روزنامه‌اش در پایتخت میشه تیر متوجه میشه، یعنی به دست اطلاعات سپاه پاسداران که این همه برای خودشون فیلم سینمایی میسازن از قهرمانیشون، از توانمندیشون، آقای اصلا زم رو میگیرن میبرن ایران فیلم درست میکنن، اینو متوجه نمیشن که داره چه اتفاقی بغل گوششون میفته. و اگر میفته چرا امروز بدون اینکه مردم رو بترسونن و بدون اینکه این مطالب رو بنویسن و این وحشت رو ایجاد کنن جلوش نمیگیرن؟ این مطالبی که من خدمتتون در بخش اول عرض کردم همین بود که شما خوندین. اینها دارن با پخش این مطالب که این مطالب تا دو هفته پیش هم بود، 15 روز پیش هم بود، یه ماه پیش هم بود، حالا روز این پروژه ایجاد تنفر و تفرقه بین ملت ایران و ملت افغان طرف سپاه پاسداران و طرف دیکتاتور شروع شده، این روزنامه ها دهنشون باز شده و این مطالب رو اشاره میکنن و این فیلم ها میاد بیرون و اون مقالات از طرف انسان های دلسوز میاد بیرون که آقا مردم مراقب باشین دارید به جمعیت مثلا توازن جمعیت برقرار. من معتقدم که به حساب مردم ایران باید با دقت نگاه کنن، دستخوش بازی ها نشن، دستخوش تنفرات نشن، ولی حقیقتا اگر در اون کشور دولتی وجود داره وظیفه دولت هست که قبل اتفاق جلوی موضوع بگیره و این موضوع رو محافظ کنه. یک تو نمان بود ازده بدار فاید پاشه آقای اردلان مقدم، چند تا پیام بازرگانی با هم دیگه ببینیم، تماشا گران ندید، بعد گردیم به پردازیم به آدم کشی وحشتناکی که در اوکراین وجود داره و روسا میگن که اوکراینی ها خودشون این کاره میکنن، اوکراین و دنیا میگه که پوتین و سربازای پوتین داره این کارو میکنن. پیام رو میبینیم و بر میگردیم به این مبحث میبرسیم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. رستوران و سوپر یگانه،
یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. رادیو بامداد با افتخار تقدیم می کند یک شنبه 17 آوریل با شاه گل موسیقی ایران. تو که جون منی، عمر منی، کبیرم. در ساکرامنتو ستیت یونیورسیتی، شهرام سولتی. قسمت میدم از عشقم نگذری، قسمت میدم. یک شنبه 17 آوریل قسمت میدم، قسمت میدم. شهرام سولتی به همراه گروه موزیک پاپیون و گروه رقص نیوشا. شهرام سولتی. قلبم از تو دور نمیشه. تلفن اطلاعات 916-918-3098. دلم که پر نمیزنی، هرچی دنیا بی وفاشه. ندارم بکش از گشنگی هلاکم. غذا هنوز حاضر نیست. دوستم خودش شما چرا اینجوری شدین؟ هیچ وقت غذا رو حاضر نیست؟ بس این که راه ها دوره، فروشگاهاش ناجوره. سبزی رو اینجا میخرم، لپه رو اونجا میگیرم، برای خرید خونه آخر میشم دیوونه. این که دیگه هم نره، مشکلت ماتم نره. هم نداره، مشکلم ماتم نداره. با این زبون الکل، باتیز دیز باتیز دک، هماچ دیز هماچ دک. با صرفایی بلند بالا تا کی بشه نوبت ما؟ صرف نمیخوای، زبون الکن نمیخوای، پاشو برو همین امروز بازار جدید نوروز. بازار جدید نوروز؟ همیشه حراج نوروز، فروشگاه صد درصد ایرونی، با جنسا و با صاحب ایرونی. شیر مرد جون آدمی زاد، هرچی بخوای تو داره. پس میرم دیگه از امروز بازار جدید نوروز، همیشه حراج نوروز. چکرم. نشانی فود بازار اینترنشنال، 2270 ساد بسکام در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوفر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. من برزین سباحت، وکیل دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا هستم. تجربه 30 ساله من در فراهم کردن لیوینگ تراست و تنظیم وصیت نامه و قراردادها بین شرکت‌های بازرگانی و افراد هست. برای اطلاعات بیشتر با دفتر حقوقی دکتر برزین سباحت با تلفن 415-663-2100 تماس حاصل فرمایید. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه $229 در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل.
اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد بدون پیشقسط ماهیانه 290 دلار در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استیونز کریک بولوارد روبروی هاندای استیونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدگی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذاها آماده پذیرایی از شما خواهد شد. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت زپ حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. شرکت صدف با امید بهاری درخشان همراه با سلامتی و شادی در یکایک خانه شما عزیزان سال نو را تبریک گفته و بهترین روزهای بهاری را برایتان آرزومند است. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. گلفروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها جهت جشنهای نامزدی، عروسی، تولد، مناسبتهای گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. بحث بر سر جنگ اوکراین که همه در موردش صحبت میکنن، یعنی واقعا من نمیدونم مثلا هیچ ربطی مثلا نظر منافع ملی که جریان این جنگ انقدر برای ما مثلا منافع یا ضرری نداره و همه ایرانی در مورد این صحبت کنن. جنگ اوکراین چون تبلیغات زیادی داره روش میشه و مهمتر از همه این که میگن افراد غیر نظامی دارن کشته میشن و امروز که من دارم با شما ساکا امروز روز جمعه روسیه اعلام کرد که کشتاری که در ایستگاه راهن یکی از شهرهای اوکراین شده به ما ربطی نداره، چون یک موشک خورده به یک ایستگاه راهن که همون زمان قرار بوده که غیر نظامی ها از اونجا خارج بشن. 50 نفر حداقل کشته شدن از مردم بیگناه و البته تو این جنگ مرد زیاد زن بیگناه گناهکاری وجود نداره. جنگ نمیشناسه وحشی‌ترین کاری که انسان داره میکنه به هر حال. و اوکراینی‌ها میگن اینم یه صحنه دیگه از جنایات ارتش روسیه و پوتینه و آقای پوتین میگه این کار کثیف که خود اوکراینی‌ها میکنن و مردم خودشون رو میکشن و میخوان گردن ما بندازن. و به دلیل همین کشتارایی که معلوم چی داره میکنه در البته سازمان ملل متحد معتقده که احتمال قریب به یقین روسا دارن میکنن و پوتین، روسیه از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اخراج شد، چون به حقوق بشر میگن رعایت نمیکنه و نگاهی نداره. آقای فاده پاشایی،
این ماجرا چی داره مردم عادی رو میکشه؟ روسا دارن میکشن یا خود اوکراینیا که میخوان قضیه رو بیش از پیش پوتین رو لجن کنن دارن این کارو میکنن؟ بفرمایید. من معتقدم که هر کدوم از ماها نه جمله به حساب دولت اوکراین و دولت روسیه یک سوابقی داریم. کافیه که فقط به سوابق همدیگه نگاه کنیم، به پرونده و پورتفولیوی همدیگه نگاه کنیم. کشوری که در ظرف 100 سال گذشته از استثمار و استعمار هیچ کشوری که دستش رسیده کوتاه نیامده، از زورگویی و دخالت در امور داخلی هیچ کشوری که دستش رسیده کوتاه نیامده، از هر کشور امپریالیستی زورگوی چافگرتر بوده. من جو در مورد تاریخ خود ما ایرانیا کنیم، چندین بار تلاش کرده است که خاک ایران رو عناوین مختلف با عجیب کردن آدم ها به حساب چندین تیکه بخوره و بین ببره. خب چشن رو یادم میاد چند سال پیش کشورهای دیگه که بهشون بعد از داستان جدا شدن اغمار روسیه اتحاد جماهیر شوروی پیش آمد و حمله کردن و پس گرفتن شد، یادم میاد در زمان اتحاد ورشو رو یادم میاد و دخالت های ممتدی که این اندیشه و فکر در طرف دوران کرده. و این نظر میاد رو به حساب چچنی ها که در حالت دفاع هستن، خودشون آدم های خودشون و زن های خودشون رو با اون وضع فجیح بکشن برای که تخریب روحیه کنن در بین آدم های خودشون. یعنی به آدم های خودشون بگن آقا در برابر این طرف کوتاه بیا، این یارو اینقدر خشن و بیرحم و قصی و قلب است که اگر جلوش واسی خوردت بکنه، لهت بکنه، بیابروت بکنه. نظر ما که اونجا نیستیم، برای نظر اندیشه و فکر میشه باور کرد که روزها تلاش میکنن روحیه در مردم چه بشکنن، برای که مقاومت مردم بسیار بالاست، بیش از آنچه که مقاومت بسیار نظامی منظم بالا باشه، و به هم دلیل ارتش روسیه احتیاج داره که روحیه مردم رو در هم بشکنه و اونها رو به طور دچار یک وحشت بکنه که در برابرش کوتاه بیان. و به فکر سازمان به همین چیزیه. مرسی آقای فاده پاشایی. آقای اردلان مقدم، نظر شما چیه؟ روسا دارن میکشن یا اوکراینیا دارن خودشونو میکشن؟ ببینید، ما همینطوری نمیتونیم حرفی بزنیم. الان جهان تکنولوژیه. الان به راحتی میشه منبع اون جایی که این موشک شلیک شده رو پیدا کرد. خیلی راحت به طور دائم ماهواره های پنتاگون دارن روی آسمون میچرخن. 28 تا ماهواره پنتاگون همواره 24 ساعته دارن تمام دنیا رو کنترل میکنن. چطور نمیشه تشخیص داد که منبع این موشک کجا بوده؟ بس خیلی به راحتی میشه تشخیص داد، ولی ما نمیتونیم همچین حرفی بزنیم. نیاز به اون تکنولوژی هست که اون رو تشخیص بده که از کجا شلیک شد، و خیلی هم میتونن هم اعلام کنن و دست هر کدوم که چه اوکراین چه روسیه که این جنایت انجام داده رو رو بکنن. ولی چیزی که نشون داده شده اینه که روسیه کشوری نیست که برای رسیدن به اهدافش حقوق بشر رو در نظر داشته باشه. متاسفم. شما اگه نگاه بکنید در جریان اون تئاتری که در مسکو چند تا مخالف چچن بود فکر میکنم گرفته بودن، روسیه حتی حاضر شد هموطنان خودش رو به کشتن بده تا بتونه که اون آبروی خود حفظ بکنه و تسلیم اون تروریستا نشه. ممنون آقای اردلان مقدم. خب مثالای تاریخی خوبی آوردید، همچنین آقای فاده پاشایی. در ضمن امروز که 10 تا موشک اون ایستگاه راهن شلیک شد، یکی از موشک ها رو میگن نابود کردن. پس بنابراین به نظر من اویدنس یا تیکایی برای اینکه ثابت بشه که این موشک واقعا روسی بوده، اینا حتما میگن که منهدم شده، حتما تیکایش وجود داره، من میتونم شناسایی کنم. ممنون، انشالله که جنگ تموم بشه، جنگی جای دنیا نباشه. ممنون از شما آقای اردلان مقدم، ممنون از شما آقای فؤاد پاشایی، و سپاسگزارم از کارگردان خوبی گپ خودمون در تلویزیون ملی پارچنا، آقای سی حکیم زاده و جناب آقای شهرتی، و تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. و یک سپاس دارم، سپاس بیکران بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران بشه. خوش